حالا پسر خوب من خوب دقت کنید، من امروز میخوام باهاتون یه صحبت بکنم. دیگه بچه های من عدد های فارسی رو من اینجا نمیتونم قشنگ با موس بنویسم، به خاطر این دیگه من عددهای لاتین رو میذارم. خب عددهای لاتین رو که گذاشتم، شما عددهای انگلیسی میزنه اینجا. شماها حتما پسر خوبم تمرین کنید که چی؟ که وقتی من اینجا میزنم شما بتونید سریع فارسیشو توی کتابتون بزنید. مثل که من باید یه لحظه از کلاس خارج بشم بچه ها، چون اینجا رو که میزنم نمیتونم بیام. شماها تو کلاس باشید، من این سیستم هم یه ذره قفل کرده. من یه بله پسر گلم. خب حالا من میرم اینجا سراغ ریاضی. ریاضی رو میخوام براتون باز کنم. بچه بیشتر شماها رو دیدم برای من الان ارسال کرده بودید صفحتون رو. آفرین بهتون، مرسی ازتون که این صفحه رو برای من فرستاده بودید. بچه ها نگاه کنید، بیشتر شماها این صفحه رو برای من ببخشید، این صفحه رو برای من فرستاده بود. دستتونم درد نکنه که این صفحه رو کامل کردید. بچه ها قسمت پول ها مونده بود، من قسمت پول ها رو میخوام بذارم شما کامل کنید. باشه؟ میخوام وقتی عکسش رو برای من میفرستید ببینم چطوری انجام دادید. من پول ها رو، 100 ریالی ها رو میشمارید تو قسمت 100 گان، 10 ریالی ها میره تو قسمت 10 گان، 1 ریالی ها میره تو قسمت 1 گان. اگر 10 ریالی نداشتیم به جای صفر میذاریم، اگه 1 ریالی نداشتیم به جای 0 می‌ذاریم. این یه راهنمایی. حالا بچه‌های خوب من، خوب دقت کنید. الان من می‌خوام اینجا بهتون یاد بدم عدد نویسی رو. عدد نویسی رو می‌خوام اینجا یادتون بدم. خوب همه دقت بکنید که من اینجا یادتون میدم، سریع یاد بگیرید چون فارسی هم داره. بچه‌ها خوب نگاه کنید اینجا، همه با دقت نگاه کنن تا من بگم. اینجا یک بسته 100 تایی داریم بچه‌ها. یک 100 تا میشد چند تا؟ میشد 100 تا. چون نه 10 تا داشتیم، نه بسته 10 تایی داشتیم، نه دانه یکی، شد 100 تا. 10 تایی هیچی نداشتیم، شد 0 10 تایی. دیگه کنم هیچی نداشتیم، دانه یکی هم هیچی نداشتیم، شد چی؟ شد 0 1. اینجا بچه ها منم دستم بیارم وسایلم رو اینجا بذارم، دستایی هامم یکی هامم بیارمش بیرون. اینجا بچه ها برای شما ها گفتیم 100، 100 میشه 100 تا، 0 10 تا، 0 1. قسمت پایین چند تا بسته 100 تایی داریم؟ یک دسته 100 تایی داریم. خب 100 تا داریم. اجازه بدید من با چیز بنویسم که دیگه مشکلی نباشه برای. خب یه لحظه، چند تا دسته 10 تایی داریم؟ دسته 10 تایی نداریم، به جای دسته 10 تایی میزنیم 0. چند تا یکی داریم بچه ها اینجا؟ یه دونه داریم. بچه چند تا یکی داشتیم؟ یه دونه یکی داشتیم. اینجا می نویسیم چی؟ می نویسیم 1. شد چه عددی بچه ها؟ شد 101. حالا میخوایم از جدول بیاریمش بیرون، اینطوری میذاریدش بچه ها. از جدول که میارید بیرون میشه 100 تا، 0 10 تا، 1 1. شد چه عددی پسرا؟ شد 101. شد چه عددی؟ شد 101. با حروف اینجا می نویسید 101. پس بچه ها یک بسته 100 تایی داشتیم، نوشتیم تو 100 تاییمون 1. چند تا 10 تا بسته 10 تایی اینجا داشتیم؟ هیچی، شد 0. چند تا دانه یکی داشتیم؟ 1. از جدول آب خارجش کردیم، شد 101. حالا بریم سراغ بعدی. بعدی بچه ها اینجا چند تا دسته 10 تایی داریم بچه ها؟ چند تا دسته 100 تایی داریم؟ نگاش کنید برای من میزنید شما هم تو پیام. آفرین بهتون، باریکلا، سری باشید.
من پاک کنم پیام رو که شما ها میزنید من ببینم، چون امتیاز داره بچه ها، همه امتیاز دارید. شروع کنید. چند تا بسته صدتایی داریم بچه ها؟ یک بسته صدتایی داریم، آفرین، میرسید یک. چند تا دسته دهتایی اینجا داریم؟ هیچی، میشه صفر. چند تا دانه یکی داریم اینجا بچه ها؟ دوتا. حالا از جدول میاریمش بیرون، از جدول میاریم بیرون. یک صدتا، صفر دهتا، دو یکی میشه چی؟ میشه صد و دو. حالا اینجا می نویسیم با حروف صد و دو. دیدید پسرا؟ حالا قسمت پایین به همین راحتی، به همین خوشمزگی. بچه های گل من، حالا اینجا چند تا بسته صد تایی داریم؟ یکی. آفرین که می زنید تو پیاما. چند تا دسته ده تایی داریم؟ هیچی، میشه صفر. چند تا دانه یکی داریم بچه ها؟ سه تا دونه یکی داریم. می نویسیم چی؟ می نویسیم سه. حالا از جدول می خواهیم بیاریمش بیرون. اول چه عددی رو میاریم؟ صدتاییمون. یک صدتا. دهتاییمون چند بود؟ صفر. یکیمون چند بود؟ سه تا دونه یکی داشتیم، شد صد و سه. می نویسیم با حروف زیرش صد و سه. مرسی که اینقدر خوب برای من میزنید، باریکلا. پس صد و دو، صد و سه. حالا بریم ببینیم صفحه بعدی چی میگه بهمون. مرسی که اینقدر خوب دارید تمرین میکنید بچه ها، آفرین بهتون، باریکلا، باریکلا بهتون. خب حالا من این قسمت یه ذره بزرگترش میکنم که با هم حل بکنیم. خب اینجا پسرا چند تا دسته ده صد تایی داریم؟ یکی. یه صد تا داشتیم. خب چند تا بسته ده تایی داریم؟ هیچی. چند تا دانه یکی داریم بچه ها؟ اینجا بشماریم یک دو سه چهار. حالا از جدول میخواییم بیاریمش بیرون. صد تاییمون چنده؟ یک صد تا. ده تاییمون چنده؟ صفر ده تا. یکیمون چنده؟ چهار یکی، میشه چی؟ میشه صد و چهار. با حروف زیرش بینیمسیم صد و چهار. آفرین، مرسی اینقدر پسرم خوب بلدن، باریکلا، باریکلا که اینقدر خوب بلدن. خب حالا بریم سراغ بعدی. دسته صدتایی چند تا اینجا داریم؟ یک صدتا داریم بچه ها. یک دونه صدتایی ما اینجا داریم، می نویسیم یک. چند تا دهتایی داریم بچه ها؟ هیچی. به جاش می نویسیم صفر، یعنی هیچی دسته دهتایی ما نداریم. چند تا دانه یکی داریم؟ میشماریم یک دو سه چهار پنج. اینجا می نویسیم پنج. خب حالا می خواهیم از جدول بیاریمش بیرون. اول چه عددی میاد بیرون؟ صدتاییمون. صدتاییمون چنده؟ یک صدتا داریم، یعنی یه بسته صدتایی داریم. دهتایی چند تا داریم؟ هیچی. هیچی یعنی صفر. یکی چند تا داریم؟ پنج تا دونه، میشه چی؟ میشه صد و پنج. ولی شما به انگلیسی ننویسید، شما به فارسی بنویسید. حالا با حروف می‌نویسیم صد و پنج. باریکلا، آفرین بهتون، میشه صد و پنج. خب پس اینجا صد و چهار، صد و پنج. دیدید بچه ها؟ حالا میریم سراغ بعدیش. اینا رو همه رو یادتون دادم، ولی حالا یه مقدارم بیشتر بهتون یاد میدم که خوب بلد بشید پسره کنم. خب حالا من این یه خورده کوچیکترش میکنم. خب بذاریدش اینجا، بذارمش که بتونیم راحت انجام. حالا چند تا بسته صدتایی داریم بچه ها؟ یکی. اینجا می‌نویسیم یک بسته صدتایی. چند تا دانه ده تا... چند تا بسته دهتایی داریم؟ هیچی. چند تا دانه یکی داریم؟ میشماریم یک دو سه چهار پنج شش تا. اینجا می‌نویسیم شش تا. حالا از جدول میخوایم بیانیم بیرون. اول چه عددی میاد؟ اول یک صدتا میاد. دهتاییمو چند بود؟ صفر دهتا، چون هیچی بسته دهتایی نداشتیم. چند تا دانه یکی داشتیم؟ شیش تا. شد چی؟ شد صد و شیش. با حروف مینویسید صد و شیش. دیدید بچه ها؟ به همین راحتی، به همه خوشمزگی. خب قسمت پایین، چند تا بسته صدتایی داریم بچه ها؟ چند تا بسته صدتایی داریم؟ آفرین، به من دارید میگید دیگه، یک بسته صدتایی داریم.
یک بسته صد تایی داریم. من یک صد تا رو ببرم سر جاش. اینجا میذارمش یک صد تا رو. خب. حالا چند تا بسته یه؟ اجازه بدید که من اینو بزنمش. خب. حالا چند تا بسته ده تایی اینجا داریم؟ اینجا هیچ بسته صد تایی نداریم. میشه چی؟ میشه صفر. حالا من صفر رو میارم اینجا میذارمش به سر خوبم. صفر رو میذارم اینجا. حالا چند تا بسته بچه ها جون من؟ چند تا بسته؟ چند تا دانه یکی داریم؟ میشماریم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت تا. مینویسیم هفت. میشه چی؟ میشه صد و هفت. مرسی که اینقدر قشنگ تو پیام و بعضیاتون به من جواب میدید. حالا از جدول میاریمش بیرون. اینجا میزنیمش چی؟ اول ده تایمونو میاریم. یک ده تا. صفر یک صد تا. صفر ده تا. هفت تا یکی. میشه چی؟ میشه صد و هفت. اینجا مینویسیم صد و صد و هفت. دیدید بچه ها؟ پس اینجا چی شد؟ شد صد و هفت. مرسی که اینقدر قشنگ دارید گوش میکنید. باریکلا. بریم صفحه بعدی. صفحه بعدی بچه ها. اینجا چند تا بسته صد تایی داریم؟ یک بسته صد تایی داریم. خب یک دسته صد تایی رو من میبرمش سر جاش میذارمش. اینجا توی میذاریمش توی جدولمون. یک صد تا داریم. خب حالا میخوایم ببینیم چند تا ده تایی داریم؟ هیچی. اصلا بسته ده تایی نداریم. حالا چند تا دانه یکی داریم؟ میشماریم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت تا. مرسی که دارید میزنید. حالا جدول میاریمش بیرون. اول عدد صد تاییمون یک صد تا. صفر ده تا. هشت یکی. میشه چی؟ میشه صد و هشت. چی شد؟ صد و هشت. مرسی. مرسی بهتون که تو پیام ها میگی. حالا پایین بچه ها. اینجا چند تا بسته صد تایی داریم؟ یکی. چند تا دانه بسته ده تایی داریم؟ هیچی. چند تا دانه یکی داریم؟ نه تا. حالا از جدول میاریم بیرون. اول صد تایی میاد. بعدن ده تایی میاد. بعدن یکی. شد صد و نه. واسه اونایی میگم که چهارشنبه صدامون قطع و وصل میشد. مینویسید صد و نه. ماشاءالله به همه تون امتیاز میدم. اینقدر قشنگ دارید جواب میدید. صد و نه. آفرین. حالا میریم این صفحه. این صفحه بچه ها چند تا بسته صد تایی داریم؟ یکی. چند تا بسته ده تایی داریم؟ یه دونه. چند تا دونه یکی داریم؟ هیچی. دیگه یکی نداریم. حالا از جدول میاریم بیرون. صد تاییمون چند بود؟ یک. ده تاییمون چند بود؟ یک. یکی چند تا داشتیم؟ هیچی نداشتیم. شد صد و ده. اینجا بنویسید صد و ده. آفرین. حالا پایین چند تا بسته صد تایی داشتیم؟ یکی. چند تا بسته ده تایی داریم؟ بچه ها یه دونه. آفرین. چند تا دانه یکی داریم؟ یکی. شد یک. الان از جدول میاریم بیرون. چند تا صد تا داریم؟ یک صد تا. چند تا ده دسته ده تایی داریم؟ یکی. چند تا دانه یکی داریم؟ یکی. شد چی؟ صد و یازده. ماشاءالله که اینقدر خوب بلدید. آفرین. من باورم نمیشه شما پسرم اینقدر گل باشی. 111. حالا صفحه بعدی. من ببینم آقای بنی هاشمی چی کار داره. مرشاد جون. مرشاد. سوال داشتی پسرم؟ مرشاد جان. مرشاد. عزیزم. خانم دستم از زنگ اول بالا بود. دستم نیاورده بودم پایین. اشکال نداره. خوشگل منی پیش کنم. اینجا. چند تا بسته صد تایی داریم؟ یکی. چند تا بسته ده تایی داریم؟ یکی. چند تا دانه یکی داریم؟ دو تا. حالا چند تا بیاریم بیرون. شد یک صد تا. یک ده تا دو یکی. شد چی؟ شد صد و دوازده. صد و
bravo, bravo. Io accanto alla D, come puoi? Quanto va tutta senza di due volte? 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 Non ti sei a cercare nessuno. Mettato, seguiti, soci, soccato, finita, soccato, finita. Messi da sua mamma. Il suo padre è stato visto ancora una sua scuola con il coce. Oppari. Anzi, è nascita con l'idina, ci ci troviamo amici. A farlo ciò, شما ها می نویسید. خب از فرد صد و بیست ما امروز می خواستیم یاد بدیم. حالا من ورق می زنم به صد و بیست که برسم اینجا بهتون نشون می دم. صد و بیست رو این شد چی؟ ما اینجا نمی دیم چند تا بست صد تایی داریم یکی، چند تا دست ده تایی داریم دو تا، چند تا دانه یکی داریم هیچی. حالا جدول می نویسیم یک صد تا دو دهتا صفر یکی شد چی؟ شد صد و بیست. شد صد و بیست. خب این پسرا خیلی راحت و قشنگ. پس این دوست عدد نویسی رو ما شروع میکنیم از صد تا صد و بیست، هم با عدد هم با خیلی. فردا دوباره بازی کار میکنم. الان اینجا میخوام بهتون نشون بدم پسرا، خوب گوش کنید. اینجا این عدد نویسیه، نگاش کنید پسرا. دیدی؟ اجازه بدید من تصویرم رو ببندم که این بزرگ بشه. خب همه دقت کنید، همه دقت کنید. عدد نویسی به این صورت نویسید. حالا قبل هم یادتون داده بودم عدد رو نوشته حروف جلوش حتما شده صد، صد و یک، هم با عدد هم با حروف. صد و دو با حروف هم می‌نویسید صد و دو. صد و سه با حروف جلوش صد و سه. صد و چهار، صد و پنج، یعنی هم با رقم هم با حروف. صد و شش، صد و هفت، صد و هشت، صد و نه، صد و ده، صد و نوزده، صد و دوازده، صد و سیزده، صد و چهارده، صد و پانزده، صد و شانزده، صد و هفده، صد و سیزده، صد و نوزده و صد و بیست. و من شما که جا نزدیدم دو دوستم شما ها بنویسید. باشه؟ مرسی ازتون. آفرین به همتون. عالی هستید. حتما روز حتما رو یه بود که فوتبال سازی فوتبال هست خیلی کم بکنی تکیز میدم میخواه فوتبال رو ببینید و استراحت کنید. یک بار از عدد صد تا صد و بیست مثل همین نمونید، هم با عدد با رقم هم با حروف میبینید و قسمت بالا سوال یکی کارتی نگارش رو هم صفحه 48 رو کامل میکنید. باشه؟ کلمات هم بعد از فوتبال که فوتبال تموم شد، کلمات هم معنی مخالف درس دوستان ما رو تمرین کنید. یک بار هم از درس دوستان ما بخونید. پس وقتی قبل فوتبال عدد نویسیتون رو انجام میدید، از صد تا صد و بیست رو بنویسید، هم با رقم هم با حروف. اون سه خط بالای کتابتون هم سوال یک هم مینویسید. بازی کم بسیار یک بار از دیگر که دوستان ما بخونید کلمات هم معنی و مخالفش هم تمرین کنید. بچه ها میدونید که فردا فردا میشه سیوم آذر ماه، یعنی دیگه وارد چی میشید؟ وارد فصل زمستان میشید، چون اولین فردا آخرین روز فصل پاییزه و شبیه که فرداش فصل زمستان شروع میشه بهش میگن شب یلدا. شب یلدا یک دقیقه از شبای دیگه طولانی تره. فردا مراسم یلدا دارید، آمادگی دارید؟ کارایی که بهتون گفته بودم آفرین.
مردم بند کلاس رو یه دست خوشگل حالا یه سر خوشگل من حالا که فردا جشن میداریم تنها میخوام بریم و کتاب فارسی نگارش رو باز کنیم و خوشخط بنویسیم حتی یک لحظه من از کلاس بردارم بیرون دوباره میشیم اینجا قطع شده برمیگردم میام داخل چای گل من باید یک لحظه میرفتم بیرون چون کتاب نگارشم باز نمیشد. الان کتاب نگارش رو باز میکنیم. صفحه 48 رو بیارید بچه ها. همه صفحه 48 من ببخشید اول صفحه 47 رو بیارید چون سوال سوم و من نگفته بودم بچه ها بهتون چون صفحه بچه بیا آوردید همه آوردیدش به سرا باریکلا همه صفحه 47 رو بیارید. مرسی ازتون. باریکلا از شماها. آفرین. خب. بچه‌ها جونم اگر هر کاری داشتید من تو پیاما بهم بگید. آقای ظاهری چی میخوای عزیزم؟ چه سوالی داشتی؟ آقای ظاهری سوال داری پسرم تو پیاما؟ خب. من ببینم آقای ظاهری سوال داره. تاها جان سوال داری پسرم؟ خب اگر سوال داشتی دستتو بگی بالا. میگه نه خانم. باشه عزیزم. خب من میخوام اینجا الان بریم سراغ صفحه 47 بچه ها. این صفحه قسمت رو بچه ها من سوال سومو اون روز انجام ندادم با شما. آوردید همه صفحه 47 رو؟ بعضی از شما انجام داده بودید ولی اشکال داشتید. گذاشتم الان توی اینجا بهتون نشون بدم پسرا. بعضی از شما اشکال داشتید. همه باز کنید بهتون بگم. خب الان اینجا سوال 3 اینجا رو نگاه کنید. همه دیدید بچه ها. سوال 3 مداداتون رو دست بگیرید بچه های گل من. خب اینجا داره نشون میده اینجوری کرده. یعنی چی؟ یعنی آن ماشین به اشاره به دور اینجوری نگاه کنید. اینجوری که میکنه اشاره به دوره. اینجوری که میکنه اشاره به نزدیکه. اینجا میشه آن ماشین. بنویسید. آفرین. اینجا اشاره به چیه؟ اشاره به دوره. آن ماشین. خب. آن. باریکلا. آفرین. آن ماشین. پس این بعضیاتون اشتباه انجام داده بودید. الان گذاشتم که خوب متوجه بشید اینجا بنویسید. اینجا میشه آن ماشین. دیدید بچه ها چون اشاره به دور داره میکنه. عکس بعدی من رنگ مدادم رو عوض میکنم که رنگ و رنگ براتون بنویسم که خوشگل تر بشه. خب عکس بعدی بچه ها گفته چی؟ نگاه کنید به دستش. ببینید این نزدیک کرده به سطح. میگید چی؟ این سطل رنگ چی؟ اشاره به نزدیکه. چون اینجا اشاره به نزدیکه میگی این سطل رنگ داره نشونتون میده بچه ها. پس ببینید اشاره به دور و اشاره به نزدیکه. اینجا میشه این سطل رنگ. خب دوباره من رنگ مدادم رو عوض میکنم. عکس بعدی به نظر شما اشاره به دوره یا اشاره به نزدیکه؟ من بذار از امیرعلی بپرسم. امیرعلی جان سوال داری عزیزم؟ امیرعلی؟ بله خانم سوال داری. چه سوالی داری پسرم؟ اون اشتباه دستم رفته بالا. خب حالا اشکال نداره. جواب من رو بده. حالا اینجا این دار بچه ها بخواهم ببینم دانش آموز رو چی میگیم براش؟ اشاره به دوره یا اشاره به نزدیکه؟ آن دانش آموز. آفرین. اینجا اشاره به دوره میشه چی؟ آن دانش آموز. اینطوری نشون داده. پس میگی چی؟ آن
دانش آموز. بچه هایی که اشتباه نوشتید درست کنید. آن دانش آموز. مرسی از شما. دست شما هم درد نکنه. ممنونه. آقای آرتین. آرتین جان. آرتین. آفرین به آرتین. خب. آرتین آخری رو به ما بگه. سلام خانم. سلام عزیزم. آرتین. آخری رو بگو ببینم. اشاره به نزدیک یا اشاره به دوره؟ خانم اشاره به دوره. اشاره به دور اونجوریه. اشاره به این اشاره به چیه؟ نزدیک. نزدیک میشه چی؟ میشه این درسته. این چی؟ این نیمکت. آفرین. این نیمکت. باریکلا. این نیمکت. متشکرم از شما. آفرین. دست شما درد. پس بچه هایی که سوال 47 صفحه 47 سوال سومو حتما با من کامل کنن. باریکلا. آن ماشین اشاره به دور بود. این سطل رنگ اشاره به نزدیکه. آن دانش آموز اشاره به دوره. این نیمکت اشاره به نزدیکه. خب آقای کیان. کیان جون عزیزم. کیان. کیان جان. سلام خانم. سلام به روی ماهت. سوال داری پسرم؟ بله. به پاس خوربونه سوالتی جون. قسمت 4 رو بعد اونی که شما میگیم بنویسی یا هرچی خودت میخوایم میتونی بنویسی. این در اختیار خودته. باشه؟ مرسی. حالا میریم صفحه بعدی بچه ها. صفحه بعدی ما صفحه 48. همه صفحه 48 رو بیارید. من توضیح بدم براتون. بچه ها سوال 1 گفته 5 خط بعدی رو از روی دست با خط خوش خط. این برای بعد ناهارتونه. خب؟ ناهار که خوردید، استراحت کردید، اون موقع چیکار میکنید؟ این قسمت رو مینویسید. الان میریم سوال 2. من از شماها سوال میکنم. گفته دستبندی کن. چراغ راهنما، سیمان، دفتر، کلنگ، کتاب، پیاده رو، آجر، کیف، بیل، کاشی. نه پسرها، نیمکت اشاره به نزدیکه. خب این نیمکت هستش پسرهای گل من. درستش کنید همتون. خب پسرهای خوب من الان میخوایم بریم سراغ آروین. آروین جان چه سوالی داری پسرم؟ آروین؟ آروین؟ میکروفونت رو فعال کردم. خب مثل که آروین نتونست باز بشه اشکال نداره. آقای رادین صدرایی. رادین جان. رادین. سلام. سلام عزیزم. خوبی؟ بله. رادین اینجا رو برای من میگی شما. گفته که یک جدول گذاشته. وای وای این چی گذاشته تو صورت ترسیدم. جدول بگاری گره این شکلی شده. خیلی ترسیدم. بردار سور میترسیم ما. خب حالا بردار رادین جون درست بگو. رادین بردار از صورت نرس. خب رادین جان ببین. رادین جون چون زمانمون خیلی کمه میخوام تون تون سوال بپرسم. رادین خانم اصالتی ما نکردیم این خودش اینجوری میشه. آره اشکال نداره. اشکال نداره. من فکر کردم ماسکی چیزیه. خب اب نداره. مدرسه عبور و مرور بنایی به نظر تو تو قسمت مدرسه کدوم یکی از این کلماتو بیاریم؟ چه چیزایی بیاره تو قسمت مدرسه؟ تو قسمت مدرسه کتاب. درسته. یه خط بزنید کتابو. خب دیگه چی؟ دیگه چی؟ یه چیز دیگه هم هست. میشه چی؟ دفتر.
دفتر، باری کلا. پس بچه های گل من تو قسمت مدرسه هم می نویسید دفتر و کتاب. من دوربین تو می بندم که راحت باشید. درست شد الان؟ نه. اشکال نداره. الان خوب شد دیگه. پس در قسمت مدرسه می نویسید دفتر. بله. پس بچه ها لطفا دقت کنید که خیلی قشنگ بنویسید دفتر. خب بعدیش چی بود؟ بعدیش کیف. کیف درسته. کیف از کیف رو هم خط بزنید. کیف بعدیش چی؟ دیگه چی؟ یه چیز دیگه هم من گفته بودی که گفتم خط بزن. نه کتاب. کتاب هم بود درسته. پس بچه این نوع داریم اینجا گفته دستبندی کن. ما میان هر وسیله ای رو تو جدولی میزنیم که مربوط به خودش میشه. دست شما در نکنه. مرسی. خب پسر گل من در قسمت مدرسه ما گذاشتیم کیف، گذاشتیمش دفتر، کیف، کتاب. اینجا هم خط زدیمش. خب حالا میریم آقای پارسا. پارسا جان، آقای پارسا، آقای پارسای گل. بس شدی پارسا جون؟ سلام عزیزم. مرسی. قسمت دوم جدول عبور و مروره. تو قسمت عبور و مرور کدوم کلمه ها رو بیاریم؟ پیاده رو. از خط بزنید بیاریدش. پیاده رو. دیگه چی رو میخواییم بیاریم؟ بله پیاده رو. چراغ راهنمایی. درسته. پس اول اینجا می نویسید چی؟ پیاده رو. آفرین. پیاده رو. خب ببخشید من اینجا باید جدا می کردم. پیاده رو. درسته. بعدیش میشه اینو میارم اینجا. چراغ راهنمایی. درسته. چراغ راهنمایی. آفرین. چراغ راه نمایی. باریکلا. آفرین. مرسی. خیلی خوبم من. اینجا می نسید چراغ راه نمایی. خب دست شما درد نکنه پسرم. آفرین. خب امیر بردیا جان. امیر بردیا پسرم. امیر بردیا جون. سلام. خوبی عزیزم. خب حالا تو قسمت بنایی چی رو میاریم؟ آجر، سیمان. یکی یکی بگو بنویسیم. سیمان. بله آجر. اینها تو قسمت بنایی به درد میخوره. بیل. نه اگه تو تونتون بگی بچه ها که نمیتونن تونتون بنویسن. آروم آروم بگو که بسونیم. سیمان. دیگه چی؟ آجر. آجر بله. آجر. آفرین. خب آجر. دیگه چی؟ بیل. آفرین. بیل. مرسی. اجازه بده من بذارم سر جاش. اجازه بده من بذارم. خب بیل چی؟ کاسی. کاشی. باریکلا. آفرین که دستبندی کردیم. متشکرم از شما پسران. واقعا شما پسرهای کلاس یک دو عالی هستید. فوق‌العاده. خب یه چیز دیگه مونده. اگه گفتی چی مونده نگاش کن. کلنگ. کلنگ. آفرین باریکلا. کلنگ اینجا مونده بود. می‌نویسید کلنگ. کلنگ. آفرین. پس بچه این قسمت رو ما کامل کردیم با دوستای شماها. مرسی امیر بردیا جون، دستتم درد نکن. آفرین. خب آروین جون چه سوالی داری پسرم؟ آروین عزیزم دوربین تو باز میکنم. باز کن ببینم چی میگی. خوشگل من. خب سلام. آزیزم چی شده؟ من فقط سلام دست جا میدم.
خب الان اینجا رو بنویس دیگه. ما گفتیم این جدول رو هر چی شد دستبندی کن، هر چی که مربوط به مدرسه میشه میاد اینجا میشینه، هر چی که مربوط به عبور و مرور میاد قسمت وسط میشینه، هر چی که تو کار بنایی به درد میخوره میاد اینجا میشینه. تو مدرسه ما چه چیزایی استفاده میکنیم؟ دفتر، کیف، کتاب. توی عبور و مرور یعنی توی رفت و آمدمون چی کار میکنیم؟ از پیاده رو میریم، از چراغ راهنمایی استفاده میکنیم. تو بنایی چه چیزایی استفاده میشه؟ سیمان، آجر، بیل، کاشی، کلنگ. خب؟ حالا سوال بعدی، سوال سه رو بگیم. چرا قربونت برم؟ اینترنت هم همش قطع میشه. اشکال نداره، من ریاضی رو برات میفرستم، عدد نویسی رو، باشه؟ عکسش رو برات میفرستم تو توی به پیوی خودت که استفاده کنی. الان هم قطع شدی، اشکال نداره پسر. یه بار دیگه میزنم برات بیا. چیزی نیستش. اومدی عزیزم، آروین جون. خب، سوال سوم گفته کامل کنی. به جایی که در آن دارو میفروشن چه میگوین؟ میدونی؟ کجا دارو میفروشن؟ آروین؟ بچه ها تو پیامان بدید. به جایی که در آن دارو میفروشن چی میگن؟ صدا منو داری؟ بله. خب کجا دارو میفروشن؟ میخواید برید دارو بگیرید؟ کجا؟ داروخانه. باری کلا، داروخانه. آفرین. پس ما میگیم جایی رو که دارو میفروشن بگیم داروخانه. آفرین، دست شما هم درد نکنه. مرسی. آقای عطا، عطا جان، عطا، آفرین به پسرام، باری کلا. خب عطا میخواد به من بگه سلام. سلام خانم سوالتیتون. سلام عزیزم، روزت بخیر. خب جمله دومو شما بگو. به جایی که در به جایی که در آن سبزی میفروشند میگویند سبزی فروش. سبزی فروشی. خب سبزی فروشی. آفرین. به جایی که در اون سبزی میفروشن میگن سبزی فروشی. مرسی، دست شما هم درد نکنه. آفرین به شما، باریکلا. آقای کسرا، کسرا جان، آفرین به پسرام که انقدر قشنگ دارن به من کمک میکنن. کسرا فعال کردم. و خب کس خانم شما اشکال نداره، تو باز شدی. چیزی علی سینا جون، جمله بعدی رو بخون. جمله بعدی بله. جایی که در آن شیرینی میفروشند میگویند چی میگن؟ قنادی. قنادی یا شیرینی فروش. شیرینی فروشی. شیرینی فروشی. خب اگه بگه شیرینی فروش میشه اون آقایی که داره شیرینی میفروشه. ما میخوایم ببینیم کجا داریم شیرینی میفروشن، بگیم شیرینی فروشی. جای شیرینی فروشی نوشتم قنادی. درسته، اونو هم درسته، هم میتونیم بگیم شیرینی فروشی هم میتونیم بگیم قنادی. خب کسرا جان، کسرا، آفرین، باریکلا پسرام. سلام بروی ماهت. جمله بعدی رو بخون سریع. به جایی که در آن پارچه میفروشن میگوید بزازی یا پارچه فروشی. باریکلا. به جایی که پارچه میفروشن میگن پارچه فروشی یا بزازی. دست شما هم درد نکنه پسرا. آفرین که اینقدر قشنگ دارید به من کمک میکنید توی انجام کارها، دستتون درد نکنه. شما هم خیلی خوشخط همه بنویسید. ممنونم کسرا جون. آریا، آخ نه ببخشید، مهدیار. مهدیار جان، مهدیار،
خب مهیار جون اومدی؟ مهیار مثل که باز نمیشه. مهیار اشکال نداره. آریا، آریا جان. سلام خانم دولتی. سلام عزیزم، خوبی؟ آریا جون جمله بعدی رو به من بگو. به جایی که در آن طلا میفروشند چه میگویند؟ طلا فروش. نه، طلا فروش. طلا فروشی. آفرین. به جایی که طلا میفروشند میگن طلا فروشی یا زرگری، درسته؟ بله. اگه بگی طلا فروش غلط میشه، یعنی اسم اون آقا رو میگی. پس به جایی که در آن طلا میفروشن میگن طلا فروشی. خب سوال چهارم و بچه ها سریع با هم انجام بدیم. گفته بنویس در چه جاهایی باید نوبت را رعایت کنیم. آقای صفیاری، روحام جون چه سوالی داری خوشگلم؟ بله خانم. سلام عزیزم، سوال داشتی پسرم؟ بله خانم. چه سوالی داری؟ برای این پارچه فروشی هم میتونستیم بنویسیم خیاطی. نه، خیاط اون کسیه که لباس میدوزه. خب داره پارچه، جایی که در آن پارچه میفروشد یا میگیم پارچه فروشی یا میگیم بزازی. اونی که خیاط هست اون آقایی که لباس ها رو میدوزه ما میپوشیم، پارچه نمیپوشیم. حالا شما به من بگو در چه جاهایی باید نوبت رو رعایت کنی؟ میدونی؟ بله. کجا؟ مثلا صفه بریم. صفه چی؟ بیمارستان. نه صفه صفه چی؟ اینی که میدیم میخریم میای میشینیم میخوریم چیه؟ با آر صفه شیرینی فروشی مثلا تو صف وایسی. درسته، صفه شیرینی فروشی. حالا بهتره بگیم صفه نانوایی، درسته؟ چون صفه نانوایی حتما باید نوبت رو رعایت کنیم. و میدونستی؟ بله. باری کلا، مرسی از تو هم بود. دست درد نه. باری کلا. آقای میرزاده. تاها جان. تاها. خب. پس اینجا صفحه نانوایی داشتیم. سلام تاها جون. سلام. دوربینو تو باز کنم؟ بله. خب. تاها بگه در چه جاهایی باید نوبت رو رعایت کنیم؟ خب روحان گفت صفحه نانوایی، شما چی میگی؟ گفت صفحه نانوایی، صفحه شیرینی فروشی. دیگه شما چی میگی؟ صفحه اتوبوس. صفحه اتوبوس، درسته. صفحه اتوبوس، مرسی. باریکلا به شما. صفحه اتوبوس، خیلی خوب. باریکلا، آفرین. خب هم که آقای قربانیان بیاد. آقای قربانیان، روحام، ببخشید، رادین جون، آقای قربانیان، کجایی؟ آقای قربانیان، خب، بچه هایی رو که من میکروفوناشون باز میکنم متوجه میشم که کجا هستن، چرا جواب نمیدن، باشه؟ همه دقت کنید، باش پسرهای خوب من. خب، آقای کیان، کیان جون؟ کیان؟ خب کیان جون شما به من بگو در چه جاهایی باید نوبت را رعایت کنی؟ روحان صفه نانوایی، صفه شیرینی فروشی. درسته، صفه اتوبوس. دیگه چی؟ یه جای دیگه هم به ذهنت برسه؟ چه صفی؟ کجا باید بریم نوبت را رعایت کنی؟ میتونی بگی؟ خیلی راحته ها. تو ماشینی میخوای بری مسافرت، میری کجا که غذا ماشینشو به ماشینتون غذاش بدی؟ رستوران. نه، ماشینتونو. غذا ماشینتون چیه؟ غذا ماشینت چیه؟
اگه گفتی بنزین، از اینجا میتونی بگیم پمپ بنزین، درسته؟ تو پمپ بنزین هم ما چیکار میکنیم؟ تو صف وای میستیم دیگه، همه جا باید نوبت رو رعایت کنیم. باشه؟ مرسی از شما، دست شما درد. مترو هم میشه؟ بله مترو هم میشه، همه صف، هر جا که صف باشه میشه نوبت رو رعایت کرد، هر جا صف باشه. آقای روحام مصدق، روحام جان، بله. حالا روحام به من بگه، روحام یکی به من بگو که در کجا باید نوبت رو رعایت کنی؟ سلام خانم. سلام روی ماهه، کجا باید نوبت رو رعایت کنی؟ صف نانوایی. صف نانوایی رو گفت روحام، صف نانوایی، صف اتوبوس، پمپ بنزین. کجا میرید پول میگیریم؟ بانک. آفرین، پس مرسی ازت، دست درد نکنه. پس میتونیم بگیم بانک هم باید به نوبت بیستیم، درسته بچه ها؟ بانک هم میتونیم به نوبت بیستیم، نوبت رو رعایت کنیم. آفرین بهتون، دستتون هم درد نکنه. پس بچه ها بعد از ظهر تکلیفتون کمه، فوتبال رو ببینید، انشالله که برنده میشیم و خیلی شاد میشیم. و اصلی بازم تاکید میکنم، فردا جشن یلدا داریم، ما میخوایم جشن ما خیلی قشنگ برگزار کنیم. هر کدوم هر مسئولیتی دارید خوب و قشنگ تمرین کنید که فردا انجام بدید. مرسی، الان زنگ تفریحه، همه بریم استراحت کنیم، زنگ بعدی علوم داریم. و اولش هم میخوام یه خورده فارسی بهتون بگم، برید استراحت کنید تا زنگ بعدی، خوراکی بخورید، راه برید، آبم بخورید حتماً.